نشریه هیل، نشریه کنگره آمریکا، 7 آبان 92. با مالکی به خاطر قتل عام مخالفان ایرانی مقابله کنید. قاضی تتبو، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از ایالت تگزاس. در ساعات اولیه بامداد اول سپتامبر، مردان مسلح عراقی به کمپی در بیابان‌های عراق که 100 تن از اعضای اپوزیسیون ایران در آن زندگی می‌کردند، یورش بردند. تا زمان طلوع آفتاب، مهاجمان 52 تن از ساکنان غیر مسلح را به قتل رساندند و 7 تن دیگر را به گروگان گرفتند. دخل الإضراب عن الطعام الذي ينفذه أعضاء منظمة خلق الإيرانية المعارضة في مخيم ليبرتي قرب مطار بغداد. تلفزيون الجزيرة. اعتصاب غذای اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی وارد سومین ماه خود شده است. اعتصابی ها خواستار روشن شدن سرنوشت 7 تن از اعضای این سازمان شدند که بعد از تهاجم به اشرف ربوده شدند. مجاهدین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستار فشار بر دولت عراق برای آزادی 7 نفر ربوده شده هستند. كانت المنظمة قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع مع الدولي بالضغط على الحكومة العراقية لإجراء تحقيق لكشف ملابسات ما حدث والإعلان عن مصير المفقودين 7 الذين تتهم المنظمة الحكومة العراقية بخطفهم. يواصل أعضاء منظمة خلق الإيرانية في معسكر ليبرتي غربية بغداد إضرابهم عن الطعام لليوم 60 للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن 7 الذين اختطفتهم قوات الملك الحكومية تلفزيون الرافدي الماضي من معسكر أعضاء سازمان مجاهدين خلق إيران در كامب ليبرتي خواستار آزادی 7 گروگانی شدند که نیروهای مالکی آنها را در سپتامبر گذشته از قرارگاه اشرف ربودند. هم يؤكدون مواصلة إضرابهم حتى تحقيق أهدافهم وفي مقدمتها اطلاق سراح الرهائن المخطوفين. روزنامه از زمان چاپ عراق. برخی ساکنان کمپ لیبرتی به دلیل 2 ماه اعتصاب غذا در وضعیت سلامتی وخیمی قرار دارند. آنها خواستار آزادی 7 گروگانی هستند که توسط نیروهای عراقی ربوده شدند. سایت سولاپرس. خانم نریمان روسان، معاون پیشین رئیس پارلمان اردن. بار دیگر حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری 7 گروگان اشرفی از جمله 6 تن از خواهران قهرمانمان هستند.